رادیو همراه، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما. من از سوئد تماس میگیرم خدمتون و میخواستم راجع به مسئله طلاق با تو مشورت بکنم با همسرم. خواهش من بفرمایید. من با تون تماس گرفته بودم نزدیک به 3 ماه گذشته، حالا چون قطعا شما خاطرتون نیست چون خب تماس زیاده، ولی فقط شما آخرین توصیه‌ای که به من کرده بودید فرمودید که یه ذره راجبش فکر بکن و بیشتر فکر بکن و تأمل کن راجب این اتفاقاتی که افتاده. و من چون ایشون ایران هستم و من سوئد زندگی میکنم و قرار بود که بیان اینجا، متاسفانه حالا در واقع اینجوری باید بگم که یه مشاجره لفظی جان نه صبر کنید صبر کنید، چون حالا من که یادم نیست، دوم که شنونده های خوب و عزیز ما بیشترشون ای بسا اونا نیستند و اونا باهوشترن یادشون هست، ولی من یادم نیست. فراموش کنید، اولا شما اصلا درباره خودتون، همسرتون، ازدواجتون، شرایطتون به صورت خیلی خلاصه یه توضیح بدید که اصلا همه ما بدونیم شما درباره چی داری صحبت میکنید. بله درست، من هلوش تقریبا دو سال و نیم پیش ما با هم آشنا شدیم. یکی از بستگان ایشون در سوئد زندگی میکنم و من از طریق ایشون با ایشون آشنا شدم. 7 ماه تلفنی با هم صحبت کردیم و من بعدش با هم یه سفر رفتیم به ترکیه، بعد من برگشتم به سوئد و دوباره یه سفر دیگه ایران رفتم، 10 روز دیگه پیششون بودم، با هم آشنا شدیم، بعد مجددا برگشتم سوئد و بعد از 5-6 ماه تلفنی صحبت کردن دوباره یه سفر دیگه به گرجستان داشتیم و تو اون سفر آخری به این نتیجه رسیدیم که خب دیگه زیاد با هم بودیم، 1 سال خورده بود، و تصمیم گرفتیم که من برگردم سوئد و بعد دیگه مقدمات کار ازدواج رو به اصطلاح فراهمش بکنیم. حالا به من بفرمایید، صبر کنید صبر کنید. الان هر دوی شما چند سالتونه؟ من 32 سالمه. ما 10 روزشون از من کوچیک‌ترن. 32 سالمون هر دو. به من بفرمایید هر دو فرزند چندمی؟ من پدر و مادرم جدا شدن از هم دیگه، از پدر و مادر خودم فرزند تک فرزندم کلا، یعنی فرزند اول. بسیار خوب. تک فرزند، ایشون هم فرزند اول، 2 نفرن فرزند اول. اون دومی پسر یا دختره؟ پسر. پسره. به من بفرمایید هر دو چی خوندید چه میکنید؟ من موسیقی در واقع ایران خوندم، بعد اومدم سوئد که پرستاری خوندم و الان تو بخش پرستاری در واقع مشغول هستم، به عنوان پرستار دارم سوئد کار میکنم. ایشون هم زبان انگلیسی خوندن ایران و کارهای مختلفی رو انجام دادن، تو دفتر مجله کار کردن و کارهای. مگه شما چه مدتی است که سوئد هستی؟ من الان 7 سال تقریبا. بله 7 سال شد. اوکی. حالا شما بار اولی که با هم معرفیتون کردن تا اون زمانی که تصمیم به ازدواج گرفتید چه مدت روی هم؟ نزدیک 1 سال خورده طول کشید، درسته؟ یک سال و 4-5 ماه. اوکی. و این کی بود؟ این 1 سال و 4-5 ماه در آخرین سفری که تصمیم به ازدواج گرفتید چه مدت قبل بود؟ پارسال ژانویه. اوکی. اون وقت این داستان 2.5 سال چیه موضوعش که بهش اشاره کردی؟ قصدتون از آشناییتونه تا الان؟ از آشنایی گفتم کامل. یعنی از آشنایی تا الان. ولی شما عقد و ازدواجی که صورت نگرفتید؟ گرفتید؟ چرا، عقد رفتم ایران، عقد کردیم. نه، کدوم سفر رفتید ایران؟ بعد از در سفری که بعد از گرجستان تصمیم گرفتیم، سفر آخر دیگه من رفتم ایران و عقد کردیم و من برگشتم سوئد. آیا عقد و ازدواج بود یا فقط عقد بود؟ در محضری بود که با هم عقد کردیم. نه اون میدونم، ولی آیا واقعا اون چیزی که است؟ ببینید، در عقد یه مفهوم، به هر حال ازدواج یا عروسی یه مفهوم دیگری است، حتی بر اساس قوانین، نمیدونم هنوزم هست یا نیست، اگه شما کسی رو عقد کنید و جدا بشید حتی مهریش نیست اگر رابطه جنسی نداشتید، ولی اگه داشتید فرق می‌کنه. خواستم ببینم که آیا به نظر شما، اصلا قصد من مراسم نیست، عقد و ازدواج و عروسی صورت گرفته یا فقط عقد بود؟ عقد بوده، ولی خب عقدی بوده که قرار بوده حتی به عروسی هم برسه، یعنی ولی نه، ما قرار کاری نرم. آیا شما با هم رابطه کامل جنسی داشتی؟ بله بله. خیلی خب، پس بنابراین دیگه شامل اون نمیشه. بله. خب حالا از زمان شما، اگر من اشتباه نکنم، دقیقا چه مدتی است که از عقدتون گذشته؟
از عقد ما دقیقا پارسال ماه ژانویه؟ یولی، نه ژانویه. پارسال ژانویه. بله خب اگه ژانویه بوده یعنی مثلا 20 ماهه که گذشته. تقریبا، بله. البته با اینکه پس کلش ای 2 سال نیم بوده میشه 30 ماه، حالا با 1 سال خورده آشنایی همخوانی نداره، ولی اون اصلا موضوع منه. خب علت اینکه الان پرسش براتون مطرح شده درباره ازدواج چی عزیز؟ ببینید، پرسش اینه که ما با هم یه مقداری مشکل پیش اومد، از یعنی یه سری نگرانی های خیلی زیاد و به نظر من عجیب غریبی ایشون داره، که یعنی به نظر من از لحاظ مالی ایشون هی همش نگرانی داره که من بیام سوئد کار ندارم چیکار کنم. خب بعد اون حرف من حرف نه نه ببینید، اینکه یه کسی برگرده بگه من اولا تخصص و مهارتی ندارم، ایشون زبانی میدونن که در سوئد خریدار نداره و ای بس و اکثریت غریب اتفاق افراد بزرگ سال سوئد بیش از ایشون زبان انگلیسی رو میدونن، پس بنابراین ایشون به اونجا که بیان با مهارتی نمیان، در نتیجه باید یه کاری عادی و معمولی بکنن و همین. و اینکه کار ندارم خب درسته، ولی کار پیدا میتونن بکنن. خب همینجا در من نتیجه اجازه دارم یه چیزی خدمتتون عرض کنم. حتما ایشون، من بهشون گفتم که شما اینجا میاین، من دارم الان کار میکنم، اخیراً هم غیر کار خودم شرکت دیگه هم زدم، و من تا زمانی که شما وارد این جامعه بشی، وارد این کار بشی، وارد این زندگی و این فضای اجتماعی سوئد بشی، من شما رو حمایت میکنم، اینقدر نگران نباش. من براشون کلاس گرفتم زبان سوئدی، گفتم برید بخورید، میگه من زبان سوئدی بدم میاد. بعد میگه از هوای سوئد نمیدونم اونجوریه، بعد میگه نمیدونم اونجا لباسشوییاشون طبقه پایینه، من در ید من نیست که مثلا برم طبقه پایین لباس بشورم بیارم بالا، خودت باید این کارو. جان دکتر، از جایی بعد آخه من یه سوالی از تو دارم. پدر. آخه شما احساس کنم نه شدم پدر. نه متوجهم. آخه شما 3-4 دفعه رفتیدم، اولا شمایی که در سوئدی میدونی من خیلی موافق به وارد کردن و صادر کردن زن و شوهر از کشورهای دیگه نیستم، حالا اون به کنار. شما توی این مدت که رفتید خب اینا این موضوع رو متوجه، خب این مسئله اینقدر ساده است که خیلی زود مشخص بشه. ما با یه آدم نگرانی روبرو هستیم، با یه آدم طلبکاری روبرو هستیم، با یه آدم فرض کنید که جهت دار هدفمندی روبرو هستیم، یه آدمی که اهل مبارزه است و پیشرفته و چالش ها رو میپذیره. آخه اینا چیزایی بوده که مسئله اصلی ازدواج اوناست، اونم شمایی که در سوئد بودید و میدونید ازدواج در یک کشوری مانند سوئد یعنی یه ازدواج برابر، که من با مثالم همیشه عرض کردم مثل یه اتومبیلی است که دو تا چرخ سمت راستش مثلا زن، سمت چپش مرد، هم باید اندازه باشن هم سرعتشون یکی باشه تا بتونه این اتومبیل پیش بره. شما باز پاشده رفتید اونجا، همه این چیزایی که از آغاز مشخص بوده که ایشون با شما تفاوتهایی دارن که مربوط به زندگی سوئد نیست. خوشو یعنی ایشون یه این حرفا رو زد جناب دکتر، قبلا اصلا هم گفت همه رو میکنم. یعنی نه سب 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 کنی، نه سب کنی. اگر این موضوع مطرح شده که میدونی زندگی تو سوئد مشکله، زبان مشکله، ما رو به این راحتی ها نمیپذیرند، بعد تو فعلا مهارتی نداری، اونجا باید کارهای ساده و عادی بکنی، ولی من خوشبختانه از نظر مالی وضعم طوری است که میتونم خانواده رو اداره کنم، حتی اگر صاحب فرزندی بشیم از اختش بر میام، بعدم هوا هم این گونه هست. شما اگر این حرفا رو زدید و ایشون قبول کردند، دو تا معنی بیشتر نداره، یا اون زمان یه تصوری از شما و خودشون داشتن که به هم ریخته، فکر کنن حاضر نیستم چی از اینه ای رو بدن، یا یه کسی هستن که نظرشون کلن عوض شده در جهت ازدواج با شما. نه خب من وقتی باهاشون صحبت میکنم، یعنی میکردم، به من میگفتن که من به خاطر تو دارم میام، چون به خاطر تو دارم میام اونجا رو دیگه مجبورم تحمل بکنم. خب دیگه عرض منم هم دقیقا همین. نه صب کنید، خب گفتم نه یا دیگه اگه اینجوری برای تخو این نه 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 من حرف نه صب کنید نه من شناختی که از شد نه صب کنید. من حرفم این است که در 6 ماه اول این حرفا رو چه جوری میزدن که نه زبان سوئدی گفتن که همیاری میکنیم. ببخشید من شاید متوجه ایشون چی میگفتن. آره عزیز من خب ببینید، یه زمانی صبر کنین عزیز، یه زمانی است که یه آدمی یه حرفی میزنه بعد حرفش رو عوض میکنه، این یه مسئله است. یه زمانی است که نه من تازه چیزایی در موردش میفهمم،
که مثلا چون من راجع به پسر داییش نپرسیدم، حالا معلوم شد پسر داییش مثلا خیلی پول داره. خب حالا این اطلاع تازه است، ولی اگر قبلا گفته پسر دایی من فقیره حالا میگه ثروتمنده، برای من سوال، من پرسشم از شما ای که پا میشید میرید از سوئد میخواید زن وارد کنید از ایران اینه که شما با یه دقتی میکردید چی دارید میشنوید. بعدم موضوعی که الان شما دارید میگید و ایشون گفتن موضوعی آشکاره، یه کشوری است به اسم سوئد، یه زبان مشکلی است، یه زبانی است که بس مثلا 10 میلیون آدم بیشتر بهش حرف نمیزنن، یه زبان مردمی هستن که به این راحتی ها نمیپذیرن. هوای بیشتر شهرها به ویژه شهرهای شمالی بسیار بسیار سرده و ایشون هم تخصصی ندارن که بگید به درد سوئد میخوره. ایشون زبانی یاد گرفتن که اونجا هیچ امتیازی رو برای ایشون به وجود نمیاره، چون سوئدی هم نمیدونن. بنابراین باید بیان یه نوع زندگی رو به خاطر خودش اول و شما این رو پیش ببری. آیا شما ببینید اگر حرف رو عوض کردند معناش این است که یه آدم یا در حال تغییرند یا دروغگو و پنهانکارند، اگر نه اصلا کل نظرشون عوض شده به هر دلیلی که خیلی این ازدواج رو جالب و جاذب نمیبینند، خب اون یه قصه دیگری است. حدس و گمان شما چیه؟ چون من از حرفهای شما بخوام استنباط کنم خیلی به نتیجه نمیرسم. شما فکر میکنید چرا یک سال قبل یه جور دیگه به نظر شما اومدن و الان یه جور دیگه؟ آیا حرفاشون عوض شده، کاراشون عوض شده، یا اینکه شما این چیزها رو متوجه نشدید و حالا فهمیدید؟ نه حرفاشون عوض شده. اگه من متوجه می شدم که خودم رو وارد این ماجرا واقعا نمی کردم به عنوان یه انسانی که دارم برای آیندم تصمیم گیری می کنم. اگه می دونستم دیدگاه ایشون راجع به، یعنی ایشون فلکسیبل نیستن در یک کشور خارجی که ما اگه لازم باشه هممون ضعف شستیم، هممون توی نمیدونم جاهای عجیب غریب کار کردیم و خیلی هم من افتخار میکنم به کاری که کردم، ولی وقتی اگه میدونستم قطعا همونجا خداحافظی میکردم. اوکی، حالا من سوالم بده. آره سوال نصب کنید، صبر کنید، متوجه هستم. حالا پرسش مشخص بینی، ایشون که حالا با این موضوع ها روبرو شدن یا براشون مهم شده یا مطرحش کردن، میگن چی کار کنیم؟ میگن لطفا دقت کنید، من میام اونجا کاری رو که سر فرصت و سر صبر که باهاش ارتباط میگیرم انتخاب میکنم. من جاهایی که تو قبلا کار کردی نمیکنم، من از سالمند نگهداری نمیکنم، نمیدونم تو مهد کودک کار نمیکنم، اینجا کار نمیکنم، اونجا کار نمیکنم. من فقط مثلا میخوام برم طراحی لباس و در این رشته کار کنم، یا مثلا برم کامیکیشن و مدیا که خود سوئدیا درسشو خوندن، سوئدی ان و تو همین کشور بیکارن، ندارن کار، رو میگم مثلا من این کار رو اگه پیدا بشه میکنم و الا لزومی نداره کار کنم. خب من شوکه شدم واقعا از این طرز تفکر. من متوجه هستم که شما شوکه شدید، ولی شرمنده‌های خوب و عزیزم متوجه من شدن که از دست شما شوکه شدم. خب شما که میدونم شما منو کلی دعوا میکنید، ولی باید باتون تماس میگرفتم. نه میدونم عزیز دل، من که نمیگم چرا کاری نمیخوام، یعنی چون ببینید عزیز، برنامه که فقط من شما که نیست، مال بقیه هم هست. من میخوام بدونم این کارا چقدر اشتباهه که اصلا ما به این فکر بیافتیم. چرا من عرضم به دوستان این بوده، اگه شما تو سوئدید یا تو آلمانید یا تو امریکایید، صلاح شما در این است که با پسر و دختری ازدواج کنید که اونم اینجاست، ایرانی که اینجاست، و حتی نه اینکه تازه 6 ماه یا 3 ماه اومده، مدتی است اومده در حد شما، برای که در اینجا اون شباهت های راه و روش زندگی که اسمش فرهنگ بین یه ایرانی که اینجاست و ایرانی که میاد بعد از یه مدتی پیدا میشه، و الا برخی از اوقات تفاوت ایرانی که در امریکا و یا سوئد با ایرانی ایران به مراتب بیشتر از یه ایرانی با یه امریکایی یا سوئدیه. یعنی میخوام به شما بگم چون اینجا من باش درگیر بودم عزیز، یعنی اون کار شده، الانم نمیخوام هی برم سراغ گذشته، ولی برای من این گذشته به این دلیل مطرحه که میخوام شما با شناختی که دارید پیاموار میشین برمیگردیم. ببینید یه زمانی است که آدم فکر میکنه من مشخص بهش گفتم این رو، به من یه چیز دیگه گفت، پس الان دروغ داره میگه که من نگفتم. یه زمانی است که نه، حرفی نزد، گفت میام، حالا فهمیده خیلی سخت و مشکله. اما یه زمانی است یه چی... نه صبر، نه صبر، خب فکر کنید جواب. ولی یه احتمال دیگه هم هست
که اصلا من براش دیگه اونقدر که قبلا مهم بودم حاضر بود به هر آب آتشی بزنه، زبان رو میپذیرفت، سردی رو میپذیرفت، حالا میگه نه. اصلا نمیخوام اذیتتون کنم، اصلا ببخشید منو، مجبورم. ای بسا الان یک کسی رو من شناختم، فکر کنم مثلا چرا این همه کارا رو برای یک کسی بکنم که حالا یک کسی دیگه اینجا مطرحه. چون ببینید این جدایی ها خودش خیلی مسئله است. چرا من میگم ازدواج و خانواده یعنی زیر یه سقف بودن؟ همینقدر که شما مدتی است مثلا ظاهرا عقد کردید، حالا اومدید منتظر ایشون هستید که بیان، و تازه معلوم نیست ایشون حالا شرایط سوئد یا اروپا یه ذره بهتر امریکا بود، که ای بسا با قوانین قبلی اصلا موضوع اومدن منتفی بود. یعنی اینا همه مطرح. حالا پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم. شما من بگید به عنوان یه ناظر خارجی که با یه آقایی که شما هستید رو نگاه میکنه و اون خانم، ولی همه اطلاعات رو داره، فکر میکنید چی شده در شما و در ایشون که ما به اینجا رسیدیم، و چقدر این موضوع جدی است، و یا این جدی بودنش مسئله ازدواج رو زیر سوال میبره، یا یه زندگی که مسائل و مشکلاتی داره باید یه جوری حلش کرد؟ شما پرسش رو مطرح فرمودین که من تو همین واقعا زمانی فکر کنید چرا اینجوری شد از جانب ایشون. ببینیم برای آخه انقدر ابعاد حدسیات جناب دکتر زیاده که الان من داشتم اینا رو کنار هم میذاشتم، واقعا فکر کنم در مقال این برنامه اصلا نگنجه. ولی من اگه خیلی بخوام کوتاه بگم، من حس من اینه که ایشون گفتن آقا ما عقدو که کردیم، پرونده اداره مهاجرت هم که باز شد، دیگه داریم میریم دیگه بتازونیم دیگه، حالا اون دیگه سنگ یعنی دیگه تموم شد دیگه، یعنی دیگه اینم دیگه پشیمون نمیشه دیگه، رفتیم دیگه حالا این حرفا رو هم میزنم. من حسم اینه. آخه میدونید ایشون یه چیزو متوجه نیست که در خارج از ایران خیلی بیشتر از ایران پشت سند ازدواج نوشته شده، بعد از فروش پس گرفته میشود، حتی اگر کاملا مصرف شده باشد. امروز مردم یه چیزی میخرن همشو مصرف کردن، پس میفرستن پولشو میگیرن. تموم شد دوران. سر عقد که عقد نشسته بود، من گفت اتفاقا چون حالا همیشه هم میگه به حرفای شما گوش میده و منم هم از سالیان به حرفای شما گوش میدم، به من گفتن دکتر گفته که من دکتر لاکوی گفتن که ما 4 تا حق باید به شما بدیم، گفتیم ما گردمون از رو مو هم باریکتره، این اون 4 تا حق هم من به شما میدم، طلاق و فرزند و هر چیزی که لازم است بفرمایید، من میبیسم زیرش هم امضا میکنم که شما فکر نکنید خبری است و قرار اتفاقی بیفته. یعنی من همه جوره هر جوری که تونستم از لحاظ که خودش خواست من باهاش راه اومدم، ولی آدم یهو مثلا 360 درجه بعد از عقد یهو عوض بشه، من اصلا هیچ توجیه عقلانی براش ندارم واقعا. یعنی هیچ، یعنی هر جور که فکر میکنم به نتیجه‌ای نمیرسم که ایشون قبل از اینکه بیاد بخواد این حرفا رو بزنه و این صحبت حالا رو بکنه. حالا پرسش، اگر شما به ایشون بگید تمام اون حرفایی زدید متاسفانه نامشخص نام مورد قبول من نیست، شما که اینجا آمدید باید هر کاری رو آغاز کنید، کنار هم کار میکنیم، پیش میریم، حتما با همکاری هم موفق میشیم، ما آمدیم به سوئد، منم قصد تغییر کشور رو ندارم، بنابراین شما هم باید سوئدی یاد بگیرید تا با انگلیسی تنها کار به جایی نمیره، و شرایط برای مدتی این گونه است، یکی 2-3 سالی هم باید صبر کنیم که خاطرمون آسوده بشه همه چیز درسته، مثلا اگر به دنبال فرزند هستیم فرزند بیاریم. این وضعیت و واقعیتی است که من میتونم به تو قول بدم، قرارشو بذارم و بیش از اینم نیست، و تو هم باید به من قول بدی که اینا رو هم میفهمی، هم میپذیری، هم درست میدونی، که بعدا در مورد کم و کاستیش با هم گفتگوی نداشت باشی. خب فکر من این حرف رو بهشون گفتم در 4 نوبت، و قولی که ایشون داد کلش در نهایت 3 هفته هر سری قول به طول انجامید، یعنی بعد از 3 هفته باز دوباره مثلا این صحبت شد. بعد حالا من یه نکته هست، من نمیدونم این در تعریف در روانشناسی این چه نگرانی چه اسمی داره که بهش بگیم کسی که نگران اکونومی، نگران مسائل مالی هر لحظه و از ما میپرسه الان چقدر پول تو حسابته، الان چی خریدی، اگه هر چی میخوای بخری باید همان اجازه بگیری. مثلا من رفتم یه موبایل خریدم آقای دکتر، من 5 سال بود برای خودم با پول موبایل نداشتم، یعنی موبایل داشتم خراب شده بود وقت نمی‌کردم بخرم، رفتم موبایل خریدم، گفتم من این موبایل خریدم رو سیم ببینید مثلا این جوریه فلان اینا، شما نمیدونی چیکار. آقا تو رفتی موبایل خریدی به من نگفتی، از من اجازه نگرفتی، اصلا من مات و مبهوت، گفتم من با پول خودم میخوام موبایل بخرم، مثلا با زنگ بزنم ایران کسر تکلیف کنم، هنوز که ما حساب مالی مشترکی نداریم، هنوز که ما آخه شما نیومدی اینجا، هنوز کاری نکردی، آخه من مگه میشه آخه
من اگر من اشتباه میگم شما لطفا منو نه تحقیق کنیم، من خودم اشتباه عوض حتما کنم. نمی کنید، برای درباره یه چیزی به ضرورت موبایل ممکنه بعدم در جهت اینکه من فرض کنید که 1000 کرون بدم یا 1500 یا 2000 کرون، حتی اگر زن و شوهری یه مشورتی بکنید، اما درباره خریدنش وقتی ضروری است اصلا تردیدی وجود نداره. اگر قرار باشه در این موارد با هم اختلاف داشته باشید که شما به درد هم نمیخورید، مثل اینکه کسی حالا میگه من کاری که میخوام من پیرم کردم رو زنتون میخوام به سوئد، شما بگم از اینجا نه به بعد کاری متوجهم. که کردم. و بعدم اصلا نه، برخورد من ایشون، یعنی اتفاقی که از اینجا به بعد افتاد به شما بگم، آها با تمام این مسائل وقتی که ایشون این حرف رو بزن زد انقدر عصبی شدم. من میدونم الان شما شاید من دعوا کنید به این کارم اشتباه بوده و قبول، ولی باید بگم خدمت عرض کنم خدمتتون که من عصبی شدم. برای دهمین بار که این اتفاق افتاد گفتم قطعش کردم، بعد گفتم تا 15 روز نمیخوام اصلا صحبت کنم، بذار من یه ذره فکر کنم. من فکر میکنم این رابطه احتیاج به تجدید نظر داره واقعا. بعد توی این 15 روز از روز اول ایشون مثلا تو 2 سال اخیری که اصلا به من کلمات عاشقانه و اینا من نمیگفت، شروع کرد به نامه های عاشقانه، تکست های عاشقانه، شعر. اصلا من یهو موندم، گفتم آخه پس تا الان این خبران نبود؟ این 15 روز چه تحولات درونی اتفاق معلومه افتاد چیه؟ در نه این 15 معلومه روز؟ چی شده. شما آخه گربه رو در حجله کشتید، داستانشو که میدونید چیه، بله اگه بله میدونید دوست. براتون خود خب. بنابراین شما چون با اون حرفتون گربه رو در حجله کشتید، ایشون دویده رفته آب رو آورده. خب این به نظر من یه چیز سلامت، بوی سلامت نمیدادم در از 15 روز. بوی نمیتونی تغییر سلامت عزتش از دست ممکنه، بکنی؟ نه صبر کنید، بوی سلامت ممکنه بده، ولی روزی که یک کسی ازدواج رو یه نوع معامله میدونه و باید کمترین رو بده بیشترین رو بگیره، یا باید طرف رو سر جاش نشون، و یا جواب دو تا چند تاست، اینی که این میخوای بخری 5 تاست، میخوای بفروشی 3 تاست، این یه واقعیت است. چون این من نتیجه این نتیجه دو... یه چیز خیلی کوچیکی باید این به شما بگم که دقیقا من با چه تیپی طرف هستم. ببینید من ایشون بارها بهشون گفتم که بنده اولویت پنجم زندگی ایشون هستم، بارها هم خودشم قبول نمیکرد. ایشون اول پدرش، دوم مادرش، سوم مادر بزرگش، چهارم برادرش، پنجم همسرش. یعنی این وضعیت ما اینه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ایشون همه رو نگاه میکنه، یعنی انقدر به خانوادش وابسته است جناب دکتر که من گاهی اوقات وحشت میکنم از این حد وابستگی. یعنی برادرش که میخواد بیاد تو خونه از سر کار، اگر تلفنش رو جواب نده تمام خانواده رو به قبله میشن که اینو تصادف کرده اصلا، یا سکته کرده، یا یه جای افتاده. میگم آقا هنوز اتفاقی نیفتاده، شما چرا اینجوری میکنیم؟ این چه استرس عجیبیه. خب اگه اتفاق بیفته میدیم نگاه میکنیم، درست میشه نشه میپذیریم، هنوز اتفاقی نیفتاده، اطلاعی در دست نیست. این حجم استرس برای چی آخه؟ برای چی این حجم استرس آدم به خودش وارد کنه؟ و اینکه واقعا بعد مثلا ایشون خدا رحمت کنه، ایشون به رحمت خدا رفتن، آقای دکتر ایشون 2 سال داره عزاداری میکنه. یعنی من یه جرات نداریم یه آهنگ بذاریم گریه، بیرون بریم گریه، بشینیم تو خونه گریه، حرف بزنیم. آخه چجوری میشه این عزاداری؟ مگه سوگواری جناب دکتر، شما استادین، مگه یه تایمی نداره؟ یه زمانی مگه نداره که ما بعد از این زمان دیگه باید وارد زندگی عادی روزمره بشیم؟ 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه، بالاخره آدم برمیگرده دیگه، اگه اشتباه نکنم. نه حرفتون درسته، برای که اگر مرگ مهمه معناش این است که زندگی که چیز خوبیه رو ایشون از دست داده، پس خود زندگی هم مهمه. ما خب نمیتونیم من بگیم مرگ بعد مهمه از ولی زندگی مهم نیست، پس بنابراین زندگی نمی کنی. نه دقیقا متوجه اون بعد از تضاد اینکه این کارو هستم. کردم آقای دکتر، من ایشونو متاسفانه بلاکش کردم. کار خوبی نکردم ولی این کارو کردم، ایشونو بلاک کرد. البته قبل از اینکه بلاک کردم براش یک وایس 20 دقیقه‌ای فرستادم که من واقعا برایند من در این روابط و تشخیص من، حس من اینه که ما نمیتونیم دیگه بیش از این جلو بریم، چون من تمام تلاشمو کردم، همه کوششمو کردم و ما متاسفانه به هم نمیخوریم و بلاک کردم و هم این خب کارو آخه کردم. نشون میده شما یه واقعیتی رو در حدی که میشناسید مطرح کردید، اتفاقاتی که میفته و اجتناب ناپذیره هر اندازه ممکنه سخت و تلخ باشه رو مطرح کردید. انتظار این رو داشتید که ایشون با آگاهی، مثل کسی که میدونه میخواد بره این دانشکده 4 سال 6 سال طول میکشه و باید ای بسا 1/3 وقتش رو برای این کار بذاره تا بتونه مدرک رو بگیره،
اون هشدارا رو دادید، ولی به نظر میرسه بر اساس حرفهای شما که ایشون ازدواج رو اینگونه نمیبینه عزیز. ازدواج ما یه کالایی هستیم که باید به قیمت بالا فروش بریم و بعد از اون من همینقدر که تشریف دارم کافیست، شمایید که باید دنبال من بدوید دقیقا و همینه باید دکتر، دقیقا همینه، یعنی جان مطلب رو شما فرمودید، یعنی تمام احساس منم هم همینه. حالا الان یک ماه و نیم از این ماجرا گذشته، ایشون یه فامیلی در همین سوئد دارن، فامیلشون به من تماس گرفته که فلانی ناراحت، آخه به خاطر اینکه من زنگ زدم به اداره مهاجرت گفتم من نمیخوام با ایشون ادامه بدم، طبق قانون اینجا حالا و هر جای دیگه، طبق قانون اینجا الان یعنی تو این دو ماه هیچ خبری نبود، اصلا انگار من مردم، اصلا هیچ واکنش نبود، همین که این ایمیل اداره مهاجرت رفته به دستش رسیده که آیا شما هم تایید میکنید که نمیخواین ادامه بدین، که یه دونه رونوشت ایمیلم برای من اومده که من باید زیرش امضا کنم، دیدم دیروز فامیلیشون تماس گرفتم، گفتم فلانی گفته که آره اینجوری این من رو بلاک کرده، اینجوری کرده، اونجوری کرده، تو زنگ بزن باهاش صحبت کن، باهاش حرف بزن. حالا اینجا خیلی جالبه، به من این فامیلش اینو گفت که من دیشب مثلا شاخ در آوردم، گفت حالا که تو شما نمیخوای با این باشه نمیشه بیاریش، ما ولی اینجا ازش مراقبت بکنیم، تو مسئولیتی نداشته باشی. اینو گفت، گفتم پس من شدم نردبان اینجا که ایشون مثلا فقط بیاد اینجا، یعنی اصلا موندم، اصلا شوکه شدم، یعنی چی من بیارم خب اینجا با اتفاقا کلی مسئول. شاید اینی که شنیدید دقیقا با واقعیت بخونه بیش از هر چیز دیگری. بعدش هم این قول و قرارا که معنایی نداره، بعدم با شناختی که از شما دارن، شما که میدونید اگر ایشون آمدن که راهاشون نمیکنید، بعدم یه همچین کاری اگر بکنید که به اسم شما ایشون بیان، که هیچ کس به شما دیگه اون وقت این حق رو نمیده که همکاری نکنید. اگر بگم خب الان به نظر شما تو این وضعیتی که الان بعد با توجه به اینکه ایشون ایران حق طلاق هم داره، به نظر شما الان چه باید که من واقعا عقلم به جای قد نمیده؟ نه، هیچ کس نمیرسه، علت چیز که نمیدونیم واقعا چه خبره. اگر ایشون روی خط میامدن با من حرف میزدن، من حداقل ویژگی روانی و شخصیتیشون رو میفهمیدم، مثلا جواب چند تا پرسش مشخص رو. بنابراین ای بس این برنامه رو بشنون یا شما بگید بشنون، اگر زنگ بزنن من همطور که میدونید وقتی که کسی روی خطه من نماینده و وکیل طرف مقابلم معمولا، و بنابراین پرسش من این است که ایشون داره به شما میگه یه زندگی سختی در یک شهر کشور غریبی که شما را حتی بعد از 20 سالم به این راحتی ها نمیپذیرن، حتی اگر به شما شهروندی بدن، احترامتون هست، حرمتتون هست، رعایتتون هست، مواظبت و مراقبت های عمومی مانند بقیه هست، ولی همطور که شما یک کسی رو به خونتون راه میدید ولی هموطن دیگر رو حتی همسایه اونورتون رو به خونه راه نمیدید، اونم به این راحتی های کسی رو به خونه راه نمیدن. بعدم با توجه به شرایط همسرتون و نوع زندگی که حاکم است در اونجا، شما هم باید جزی از ایشون باشید، روزی هفته 40 ساعت کار کنید، هفته 40 ساعت در مسیر بهبود زندگیتون حرکت کنید، و اینجا کسی ازدواج نمی کنه که از دیگری مواظبت و مراقبت کنه، یعنی به عنوان مواظب و مراقب نیست، قرار دو تا آدم برابر باشن که لذت بیشترین رو میبرن، درد کمترین رو، ولی اینکه کسی لذت ببره و دیگری درد بکشه که در تحلیل نهایی چنین هم نخواهد شد نیست، دورانش به سر آمده عزیز. یه ازدواجی است برابر در رنج و در لذت، هر دو برابر در کار و کوشش برابر. مگر این اصل رو میفهمی میپذیری؟ است ولی اگر تو کسی هستی که نابرابری رو اساسی رابطه میدونی، که خیلی هم میدونن در طول تاریخ هم بوده، خب معلوم این با شرایط من سازگاری نداره، نه اینکه من بگم ای و ایرادی تو داری، و بکمی وقت بدید، هنوز در این زمینه اقدام نکنید. آوردن ایشونم به هر حال برای شما تعهداتی و یا دفاعی رو که آقای دکتر دو هفته وقت دارم اداره مهاجرت، من دو هفته وقت داده تا اول سپتامبر. نه، با یه وکیل صحبت کنید، با یه وکیل صحبت کنید، بگید چون ازدواج هست ولی در یه مشکلاتی روبرو هستیم، به ما مثلا 3 ماه یا 6 ماه دیگه وقت بدید. نه، میتونن حل کنن، برای که اونا هدفشون اینه که خاطرشون آسوده باشه، کارا درسته، ازدواج واقعی است، اون آدم میخواد بیاد، هر دو موافقید،
اون مردمانی نیستن که به قانون خشکی بدون قابلیت انعطاف بچسبند. به نظر من با یه وکیل مشورت کنید، میتونم اونو به تاخیر بندازم، مثلا 3 ماه به شما وقت بده، برای ولی این موضوع آرزو باید به من درستی ارزیابی وحشتناک بشه. میترسم از اینکه ایشون بیاد اینجا فقط برای داستان اقامت. من واقعا ببینید باید خب دو نه سه خب سال اون زندگیمو باید بذارم فقط مراقبت کنم و ایشون آخر بذاره بره. خب اگر ببینید عزیز، ما برخی از موارد هست که تا 90% مطمئن نباشیم نباید انجام بدیم، چون یه زمانی هست که من شما رو در مقابل وضعیتی میذارم، از این در میخوای بری یا از اون در بیرون، شما چاره ای ندارید. اما یه زمانی هست که نه، 100 تا در، اصلا پرسش هم نیست از کدام در. ازدواج چیزی که من میشه عرض کردم، تا آدم ها 90%، 95% مطمئن نباشن نباید نزدیک بشن. ازدواج چیزی نیست که بگیم 51% یا 60-40، ابدا، برای که اینا موارد و موضوع مهم زندگی است. بنابراین تا زمانی که خاطرتون آسوده نشده، به یه توافقی نرسیدید، مطلب روشن نشده، حتی توضیحیشون ندادن چرا نگاه و نظرشون رو عوض کردن، یا اگر نگاه و نظرشون عوض نکردن به شما توضیح بدن که نه تو برداشت ایشون در از خیلی اوقات به من میگه همینی که هست. ایشون خیلی اوقات این کلمه رو میگه به من، همینی که هست مدلشه. خب من ببینید چه عزیز، پاسخ بدم؟ من فرض رو بر این میگیرم که دقیقا این حرف رو ایشون میزنن. اگر این حرف دقیقا این جمله رو ایشون میفرماد، اگر عین درباره این جمله. موارد مهم و اساسیه، یعنی فراموش کن گفتگو رو، توافق رو، رسیدن به یه مرحله ای که هر دو خوشحال و برنده باشیم، یعنی نه، اینجا فقط مسئله جنگه و برد و باخته، منم نمیخوام ببازم، تو هم باید ببازی، ای حرف اینجوری میزنم. بنابراین انتخاب شماست. وقت بگیرید عزیز، میتونید وقت بگیرید، ولی اشتباه نکنید. اصلا بیاد فرض رو بگیریم که وقت نگیرید، فعلا به هم میزنید تا بعدا ببینید چه میکنید. برای که همیشه میشه، نظر شما برای که در یه من جامعه میدونم مانند که نه ببینید، در یه جامعه من مانند میدونم سوئد شما هیچ وقت طلاق توصیه نمی کنید. به من هیچ اینو وقت، به خب هیچ من وقت 15 سال دارم میشنوم برنامه های شما رو، یعنی دقیق نمیگید، ولی من واقعا در شرایط بسیار بحرانی هستم و فشارهای که عجیب خودتون غریبی با از تصمیم طرف بگیرید، ولی خانواده ها هم شما هست. بیاید یه کاری خانواده ها هم رو بکنید. نه دعاون کردن. سب کنید، نه خانواده ها رها کنید، اونا هیچ نمیدونن، هم متوجه. شما یه دفعه دیگه این گفتگو رو به عنوان یک کسی که درباره دوستتون داره حرف میزنه، ولی خوشبختانه شما دوستتون شرط چون میشناسید بهش نگاه کنید، از خودتون بیاد بیرون، از احساستون و از حتی باورتون بیاد بیرون، به عنوان یه قاضی که نشسته و میخواد نظر بده و ببینه که نه اینکه کی حق داره، بلکه به چه سمت و سوی باید رفت، بهش نگاه کنید. به نظر من براتون واضح و آشکار خواهد بود که چه کنید، یا حداقل فعلا چگونه عمل کنید تا اینکه ببینید چی میشه. فقط عجله نکنید و بی خودی هم تحت تاثیر خانواده، چه مثبت و چه منفی، قرار نگیرید ابدا. اونا کمکتون نمیتونن بکنن. این موضوع یه ذره جراحی عزیز، کار یه مقدار متخصص و واقعیت، کسی که اصلا پزشک نیست پرسش درباره جراحی های ظریف و دقیق اصلا چه معنایی برای مطمئنم با توانایی که در شما از نظر ذهنی و این استدلالی از یه طرف، از جانب دیگه مرد بسیار خوبی هستی، ابدا قصدت نه بازی نه سوء استفاده، این خیلی مهمه، ابدا نیست. و چون هست، اگر یه کسی با شما از در دوستی و همکاری بر بیاد، حاضر هستید 60-70% بار رو بکشید، ولی وقتی اون آدم متوجه است که شما سهم اصلی و اساسی رو دارید، نه به خاطر تشکر، بلکه درکتون میکنه و متوجه است، نه اینکه آدم بیاد تو طلبکاره هرچی نداره آقای بشه. این طلبکاری و این قطع دستناسیه که منو، یعنی دیگه اصلا نه متوجه، منو وارد کاملا فروپاشی کاملا متوجه، فروپاشی روحی منو برام انجام نه نه بگرده. ببینید حرفا برمیگرده به اون 3 تا چیزی که تو هم گره میخوره، خشمگین، طلبکار، ناراضی، و اون مسئله است. و ایشون فقط به من میگه که تو چون بچه طلاق هستی، یعنی این کلمه، یعنی انقدر اینو گفت، گفتم بابا من بچه طلاق هستم، ولی خیلی اصلا جواب تلاش کردم که اون اصلا جواب مسائل نده. روحی من برطرف بشه و نه مثل آدم های دیگه نه زندگی نه کنم. اصلا فرقی نمی کنه. نه ببینید، شما بچه طلاق، نه دو تا، شما بچه طلاق هستید، اصلا آسیب بیدید، خب پس دیگران باید مواظب شما باشن. برای بچه طلاق هستید، آسیب سنگین خورید، پس به درد نمیخورید، پس چرا من شما رو میخوام؟ ببینید این حرفا باید توی سیستم باشه،
مثل دوستانی هستن که میان به من میگن که این آدم نمیدونم فحش میده، این کارو میکنه، اون کارو میکنه، اون کارو میکنه، اون کارو میکنه، بعد به من دروغ میگه. آخه چرا دروغ میگه؟ میگم شما راجع به یه آدمی حرف میزنید که 10 تا عیب روش گذاشته، حالا به من میگه چرا دروغ میگه؟ شما شوخی دارید با من؟ خب دوباره همونو بگی، خب باید هم دروغ بگه، اصلا وقتی راست میگه داره دروغ میگه. من فقط یه چیزی، یک نکته خیلی کوچیک در عرض 30 ثانیه میخواستم بهتون بگم. من مادرم هم ماده بود که من از سوئد رفته بودم ایران که ما یه خونه اجاره کرده بودیم که با هم اونجا باشیم و مادرم هم به من سر بزنه. مادر من اونجا بود، من هم اونجا بودم، یکی از بستگان ایشون هم اونجا بود. ایشون یه جمله ای گفت که اصلا من حیرت کردم، اصلا همینجور فقط من و مادرم هم دیگر نگاه میکردیم که آخه چرا. ایشون گفتن که خونه به اسم مامان منه، اگر بابام حرف اضافی بزنه باید بشه کوچه بخوابه. خیلی هم جدی گفت اینو. اصلا آخه این حرفی که آدم نه بر این نه. ببینید شما که با من آشنایید، آدم ها با کی ازدواج میکنن؟ بزرگترین عامل تعیین کنه، من با کسی ازدواج کنم که بدترین صفت پدر و مادر ما داره؟ بنابراین ایشون با کسی ازدواج بکنه یا میخواد بکنه که باید مانند پدرش در ارتباط با مادرش باشه دیگه. بنابراین شما اشتباه میکنید که فکر کنید شما پدر ایشون دختر. نه، ایشون مادر بزرگند و شما پسر. ببینید چه میکنید، مواظب خودتون باشید. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم از وقتتون. سلامت باشین همیشه.